تصویر حکایت از بانوانی دارد که با پشت سر گذاشتن محدودیت‌های خانوادگی و امید برای رسیدن به روزهای روشن برای تمرینات ورزشیشان به این ژیمنازیوم آمده اند. آنان که در رشته بدمنتون تمرین می کنند از چالش‌های فراروی ورزششان می گویند. چالش‌هایی که سبب شده تا آنان نتوانند تمریناتشان را به گونه درست انجام دهند. مشکلاتی که داریم میشه گفت که به زمین بازی خیلی کمه، تعداد دخترها که هستم زیادتره و وقت هم کم میاریم بعضی روزا، و مربیانی که هستم دو نفرم که بعضی روزا خب حاضر نیم، خب ما با کمبود مربی هم مواجهیم. از جمله مهمترین اینه که ما زمین برای بازی نداریم که بازی کنیم، شاگرد زیاده و زمین کمبود، زمین کمه، زمین نداریم و از دولت خواهانیم که به ما یک زمینی درست کنم و به این فکر باشن. با آنکه دختران ورزشکار هرات که شمارشان به 2000 ورزشکار میرسد، در سالهای اخیر در رشته های مختلف ورزشی دستاوردهای چشمگیری داشته اند، اما تا کنون حتی زمینی برای تمریناتشان ندارند و تنها سهمشان از ورزش همین ژیمنازیوم ورزشی برای ساعاتی محدود است. ژیمنازیوم مختص برای خانم ها باید باشه که ما بتونیم تمرین کنیم، بتونیم بهتر به رشته ورزشی خانم ها انکشاف بدیمش و بیشتر رشدش بدیم. ما نیاز داریم که حتما یک مکان مختص برای خانم ها باشه. فضایی هم که شما میبینین، این تیم های مختلف از بچه ها و دخترها بازی میکنن و به این صورت نه درست برای بچه ها میرسه و نه هم برای خانم ها. مسیر ورزش برای همه در ولایت سنتی چون هرات هموار نبوده است. از همین رو بسیاری از دختران در این سالها به دلیل همین چالش ها به ناچار با ورزش خداحافظی کرده اند. امکانات بسیار کم، فضای تقریبا ناامن برای بانوان، نبود مکان های ورزشی و در کل عدم حمایت بزرگوارایی که در رأس کاری قرار دارن و یا هم در رأس دولتی قرار دارن، اون نوعی که حمایت باید بشن نمیشن. اما پرسشی که به وجود می آید این است که چرا در چند سال اخیر این چالش ها از میان برداشته نشده و بانوان ورزشکار تا کنون مکانی برای برگزاری تمرینات در رشته های مختلف ندارند؟ پرسشی که باید آن را از رئیس تازه معرفی شده ی تربیت بدنی هرات پرسید. در روز معرفی خود من ایره گفتم که یک از اولویت های کاریم اینه که ما یک مکان مشخص برای بانوان داشته باشیم که خواهران ما بتانن با خاطر آسوده با دل جمع بیان اونجا تمرین کنن، رشد کنن. دست کم در دو دهه اخیر ریاست تربیت بدنی هرات فعالیت چندین رئیس را در خود تجربه کرده است و باورها بر این است که هر کدامشان در نخستین روزهای کاری خود از قرار دادن ایجاد مکان ویژه بانوان برای تمرین در رشته های ورزشی گوناگون در صدر برنامه های کاری خود نوید دادند. اما ظاهراً از بخت بد دختران ورزشکار هنوز نویدها عملی نشده، دوره کاری آنان پایان یافته است. این طرف هم بانوانی که توانسته اند در کارنامه‌شان چندین قهرمانی و نائب قهرمانی را به ثبت برسانند، همچنان در آرزوی داشتن مکانی مناسب برای بلند بردن سطح توانایی‌هایشان هستند. اما جای خوشی است که از زیر پای دختران ورزشکار که از این ژیمنازیوم به گونه موقت استفاده می کنند با این همه صبری که کرده اند علف سبز نشده است و الا مسئولان در آن تغییر کاربری می دادند و استادیوم ورزشی می شد و آن وقت معلوم نبود باز هم برای ساعاتی محدود این مکان در اختیار دختران ورزشکار گذاشته شود یا خیر.